بیننده عزیز، امروز با اندی عزیز استیم، هنرمندی که سالهاست امپراتوریش همچنان موفق است و همچنان بر دلها حکومت میکنه. اندی عزیز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالم از زیاد زیاد از دیدن شما خوشحال هستم، از اینکه همزبان و همدل رو میبینم در کنارم بیاد خوش میشم. میخواییم بگویم که اندی چی میکنه که امپراتوریش همیشه برقرار است در دنیای موسیقی؟ چی رازی داره؟ رازش چی است؟ عشق به کار، عشق به موسیقی، عشق به مردم. منم از یک خانواده خیلی نمیخوام بگم فقیر، ولی یه خانواده که پدر مادرم باید هر روز زحمت میکشیدن تا 9 بچه و خانه همه تو یک اتاق زندگی میکردیم، ولی زندگی با عشق، با پدر و مادر، مادر بزرگ در کنار هم، همیشه تو خونه ما موسیقی بود و همه عشق به زندگی داشتن. این عشق به زندگی هنوز هر روز تو زندگی من هست. واسه همینم صبح که بیدار میشم احساس میکنم الان یه روز تازه است، یه زندگی تازه است، یک آهنگ تازه، یه موسیقی تازه. امروز مردم تورنتو رو خوشحال کنیم، فردا مردم شیکاگو رو خوشحال کنیم. اون عشق به کاره که هنوز باعث میشه که من کارم رو ادامه بدم. پس اندی حنجره 9 که صبح تا شام کار میکردن. چقدر قشنگ گفتی. خانه کار میکردن. چقدر قشنگ گفتی. جالب جالب. راستی که یک هنرمند میتونه بین مردمش زنده بمانه چی است؟ خیلی برام جالبه. بزیک شما رو میبینم مدت زیاد است که هنوز همچنان محبوب هستین. همچنان مردم دوست دارن و مخصوصا شما کافی نشان دادین چقدر مردمتون دوست دارین. بله، حقیقتش اینه که تو این کار اگه مردم رو دوست نداشته باشی نمیتونی براشون با عشق بخونی، وگرنه باید تو استودیوها تو خونه واسه خودت بزنی چند سال، خسته میشی. هر روز که ما میریم رو استیج مردم و چشماشون و اون عشقشون رو که میبینیم اونه که باعث میشه ما دوباره انرژی پیدا کنیم و بخونیم. واسه همینم این کار اول با عشق با مردم شروع میشه، ولی خب به عنوان هنرمند یا هنر دوست باید هر روز یک کار تازه انجام بدی، باید نوآوری بشه، باید برای نسل جدید بتونی بخونی، اگر نه مردم ازت خسته میشن. دوست دارم با آهنگسازای جدید که تازه اومدن، حتی بعضی تجربه هم ندارن، من کمکشون میکنم آهنگی تازه با حال و هوای تازه درست میکنیم، برای اینکه اون نسلی که امروز میاد دیگه کارهای 10 پیش و 20 پیش رو قبول نمیکنه. نسلی که با ما بزرگ شده خب هنوز کار ما رو دوست داره، خدا رو شکر، ولی اگر میخوای نسل جدید رو به طرف خودت بکشی باید به زبون خودشون صحبت کنی. رازی نسل جدید در چی هست که بعد موسیقی رو آدم باید عوض بکنن، باش تغییرش بدن و به گونی و قابل لمس بسازه که نسل آینده بتونه بیاره؟ رازش به چی هست به نظر شما؟ وقتی شما نسل قدیم آمدین و یک تاریخ و جغرافیای من در یک مسیر، ناگهان نسل تازه هم میای امروز شما یک جای میشه، چی داره این نسل نام که با همراه زو باید باشه یا برای ازم چیزی بخونه؟ من فکر نمی کنم رازی وجود داره، و چون هر نسلی سبک خودشو داره نمیتونی فکر کنی که خودت به تنهایی میتونی این نسل رو راضی کنی. باید از اون نسل استفاده کرد، باید با اون نسل همکاری کرد. و این فقط در موزیک نیست، حتی در دولتمندی، در گاورمنت، در آرکیتکچر، کارهای ساختمانسازی، در کارهای راهسازی باید همیشه همکاری با نسل جدید باشه. اونا ایده های تازه دارن. همونطور که من و تو وقتی شروع کردیم ایده های تازه داشتیم و اون عشق به کار، صبح پاشیم 18 ساعت کار کنیم، این نسل هم دوباره همون ایده ها رو داره و همون پشن، همون عشق رو داره برای کار. باید اونا رو بیاریم تو، با سلیقه خودمون ما منیج کنیم، ما کمکشون کنیم، راه نشون بدیم، ولی بذاریم اونا به ما ایده های تازه بدن. یه علامات تازه نسل نو چی می باشه؟ این چگونه آدم بفهمه که نسل نو آمده هم رای سلیقه متفاوت و چی داره که ما باید برش بخونم؟ چگونه آدم بتونه که او طرف دیوارها بره تا بفهمه چی هست؟ برزی که شما خیلی دقیق میگین که هنرمند شناختش داره، چون وقتی که هنران سن سال شما میرسه و یک فهم بزرگ میایه،
یعنی که هنرمند دوام میکنه اینه که یک فهم داره، میفهمه چگونه حمایت بکنه، چگونه ظرف نازک چینی که هنرش هست نشکنه و همچنان به امانت برای نسل آینده بده. این نسل آینده رو شناختنش چقدر آسان است، چقدر دشوار است؟ و یک سلیقه داره نسل آینده، از کجا سرچشمه میگیره سلیقه نسل آینده در موسیقی؟ مثلا شما روبروی یک علاقمند 18-19 ساله تان هستین، چی میفهمین چی میخواید؟ کجا میپالین رازشه؟ باید بپرسیم ازش، باید بازیشون بدیم، باید باشون کار کنیم، باید گوش کنیم بهشون. آها. برای اینکه ما نمیدونیم اونا چی میخوان. درست، یعنی که آدم باید که گوش کنیم، بشنه اونا را. اونا باید به ما بگن چی میخوان. جالب است. و در صورت نزدیکی با هر نسل میتونه کمک بکنه هنرمنده که از ما بینش تمام تششوات لازم بگیره. آها. و تازه. بعد از اون با چیگونه آدم میره بتانه که در شعر جستجو کنه؟ ما بین موسیقی امکان داره الهام براتون بیاد، در شعر چطور میتونه آدم امرای زینا باشه؟ مثلا تصنیفایی که برای آهنگایتون انتخاب میکنین، چطور میتونه که این تصنیفا رو طور سمت بده که نسل آینده بفهمه کدام امرایش هست؟ آیا واژه‌های مخصوص داره؟ آیا شگردهای مخصوص داره در زبان؟ ترکیبای مخصوص داره؟ چی هست؟ همه اینایی که گفتی درسته. برای اینکه هر نسلی برای خودش زبون رو عوض میکنه، زبون دل رو عوض میکنه. قبل از من ترانه سرایی خیلی سنگین تر بود، چون ما از یک مملکتی میایم که ادبیاتش قویه و خیلی هم مشکل چنج عوض کردن رو قبول میکنن، دوست دارن کارا همونطوری که هست بمونه. ولی یک نسل قبل از ما اومد و شعرها رو سبکتر کرد، مردمی تر، کوچه خیابونی تر کرد. و نسل من با خانم پاکسیما که ترانه‌های منو می‌نویسن، اون نسل ایرانیایی هستن که در خارج زندگی کردن و پاکسیما با وجود سواد و آگاهی فراوانش میدونست که ایرانیای بچهای ما که در خارج زندگی می‌کنن زبان فارسیشون، ممنونم ازت، مرسی، زبان فارسیشون به اون قدرتی که در داخل هست نبود. در نتیجه با وجود اینکه ترکیب شعر و قافیه ها رو محکم نگه داشت، ولی زبون رو ساده تر کرد که نسلی که بیرون از ایران زندگی میکنه بفهمه کلماتو، و این تبدیل شد به یک سبکی که حالا در داخل ایران هم همینو استفاده میکنن. و البته چون هم ما ایرانی‌ها و افغانی‌ها به یه زبان صحبت می‌کنیم، برای همینم آهنگای منو در حتی روستاهای کوچیک افغانستان هم می‌شنون و می‌فهمن، ترجمه لازم نداره چون زبان ساده مردمه. هنرمندی که بتونه مرزا رو عبور بکنه کار آسان نیست. شما یک چیز جالب گفتین که هم ایرانی‌های داخل آمریکا، به شما آمریکا زندگی می‌کنن، هم ایرانی‌هایی که داخل خود ایران هستن، بین از این دو نسل، بین از این دو کلتور متفاوت، چطور آدم میتونه طور موفق باشه که هر دوش با خود داشته باشه؟ رازش در چیست؟ باید از اینترنت تشکر کنیم. بله، من خیلی با اینترنت با بچه های داخل ایران در تماس هستم و بهشون گوش میکنم. اونجا فن کلاب دارم و کسانی که خبرهای روز ایران و بچه های روز اونا چی میخوان تو اون فن کلاب، از طریق فن کلاب به من میگن و من از فیسبوک، از توییتر، از اینستاگرام باشون در تماسم. برای اینکه تنها راهش اینه که بهشون گوش کنیم. راز جالبه، فهمیدم که هر هنرمندی که مردمش گوش میکنه و مردمش توجه میکنه میتونه رازش پیدا بکنه. ولی خود اندی چی میخواه بگه؟ این خود جهت از این بود که شنیدین شد. در زندگیتون فلسفه دارین، فلسفه شما چی است؟ حالا خود شنیدین، چگونه ترکیب میکنین آن چیره که شنیدین با اندیشه که خودتان میخواین برای فردای از اونا بگین؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی. برای اینکه منظورت اینه که، و منم باید موافقم، اینه که هنرمند درسته که باید به مردم گوش کنه، ولی خودش باید خلاقیتش، اصالت وجود خودشو داشته باشه و اون هنرمند
هنرمند خوبیه که با خودش صادقه. اول باید هنر رو بین خودت و خدای خودت خلق کنی، بعد امیدوار باشی که مردم اونو بفهمن، چون خیلی هنرمندای بزرگ در دنیا گرسنه اومدن و رفتن برای اینکه مردم اون زمان کارشو نفهمیدن. این تقصیر هنرمند نبوده، این جامعه آمادگی قبول اون هنر رو نداشته، مثل نقاشای مثل ونگو از مونه که پول نداشتن رنگ بخرن که نقاشی بکنن. این تقصیر اونا نبوده، زمانه اونطوری بوده که مردم هنرشون رو نفهمیدن. ولی من فکر میکنم نسل امروز از این تجربه ها استفاده کرده و من مسلما این کارو میکنم. وقتی خلاقیت میکنم، وقتی خلاق هستم در اون حالت، صادقم به اون چیزی که خدا به من میده. بعد نگاه میکنم 20 تا اثره، فکر میکنم کدوم یکیشون مردم خوششون خواهد اومد، چون ممکنه من از یک آهنگی که ساختم خودم خوشم میاد. اگر مردم خوششون نمیاد نباید بذارم تو آلبوم، برای اینکه اون آلبوم موفق نخواهد شد. خودم گوش میکنم، میارم به تو میذارم، با هم دیگه گوش میکنیم، لذت میبریم، ولی برای بیزنس خوب نخواهد بود. اون موقع است که باید گوش کنیم مردم چی میخوان. کاری که جالب در کارهای هنری خودت میبینم ای است که در اصل کلتور چند هزار ساله ماها کلتور شاد بودنه، کلتور از اون خاطرم از هر کاری که میکنم میگم به شادی. بله. یعنی شاد بودن یکی از خواص بسیار بسیار قدیمی سرزمین های ما است. ولی فقط خود بسیار کار میکنی در این بخش، بسیار خوبم است، ولی که آدم ها نیاز دارن برات. بله. من فکر میکنم که خودت وقت کار میکنی با می شادی، یعنی همه قدر شاد میخوانی و همه قدر عاشقانه میخوانی، چقدر این شادی با خلوت اندی رابطه داره؟ آیا خلوتش، روحش همه قدر شاد است که در آهنگایش است؟ یکی میخوای چیزی رو پنهان کنی؟ نه، خیلی خیلی سوال خوبیه. آلبوم های من مردم فکر میکنن من همه آهنگام شاده، برای اینکه معمولا تو تلویزیون ها آهنگای پاپیلار شاد رو پخش میکنن، ولی طرفدارای خوب اصلی همیشه رجوع میکنن به آلبوم، و تو آلبوم های من بیشتر آهنگا آروم، عاشقانه و در بعضی موارد غمگینه، برای اینکه زندگی هم شادیه هم غمه، هم عشق هم غم از دست دادن عشقه، و من همه اینا رو در زندگی تجربه کردم. وقتی آهنگ ساختم، وقتی با پاکسیما که ترانه های منو می نویسه میشینیم با هم صحبت میکنیم، از زندگی من الگو میگیریم. منم عشقایی داشتم که از بین رفته و اون غم و غصه های اون عشق رو تبدیل کردیم به آهنگایی مثل تنهایی، سرسپرده، که آهنگای بسیار غمگینی هستن. ولی من خودم کاراکترم اینطوریه که همیشه در اون غم یه روزنه نوری میبینم. در نتیجه با وجود اینکه در یه شرایطی در زندگیم خیلی غمگین بودم، ولی آهنگام یه خورده یه روزنه از امید توش همیشه بوده. ولی سوالت خوبه، چون بیشتر آهنگای من رمانتیک و آروم و عاشقان است تا آهنگای شاد. درست. ولی در خوشحال کردن مردم یه لذتی هست. برحال وقتی آهنگ شاد میگیم، تنها شاید موضوع رقص نباشه، میتونه آهنگ عاشقانه آروم شاد باشه. بله. چیزی که برای من جالب است که خودت هنرمند هستی، میخوای بویی که حتی در تاریکی ها پنجره های داری. بله. پنجره ها هیچ وقت نمیمونی پنجره ها بسته شود. درست. این پنجره ها همیشه باید باز باشه. بله. آیا این پنجره رو خودت باز نگه میداری یا مردمت باز نگه میدارن؟ خیلی سوال خوبیه. منم مثل همه اون لحظه هایی رو دارم که احساس میکنم تنهام و غمگینم. تنها راهش هم اینه که پاشی بری بیرون. باشه از خونه بیای بیرون، بری پلو دوستت، بری پلو اقوام، بری مردم تو کوچه بشینی، تو قهوه خونه
کنار خیابون با یه نفر یه چایی بخوری، هیچ راهی، هیچ چیزی در تنهایی حل نمیشه. با وجود اینکه من تنهایی خودم رو خیلی دوست دارم، چون میشینم با خودم خلوت میکنم، گیتارم رو میزنم، آهنگ میسازم، آهنگ گوش میکنم، فکر میکنم، چون در فکر کردنم خودش یه لذتی هست، اون یه دنیای دیگه هست. ولی برای رهایی از غم و غصه فقط راش بیرون اومدن از خونه است. آیا چشمای اندی با باران هم آشتی هست یا نگاهی؟ فراوون. کدام لحظه هست که متاثرت میسازه زندگی؟ متاسفانه این روزا بیشتر بشر منو مایوس میکنه. این همه خشونت، این همه بیرحمی تو دنیا نمیتونم بفهمم، چون من خودم عاشق حیوانات هستم و ویجیتریان هستم. من هیچ نوع گوشت نمیخورم سال هاست، بیشتر از 30 ساله. این یأس از اینکه بشر که دنیای به این قشنگی در دستشه و میتونه با خوبی زندگی رو بهتر بکنه و برعکسش رو انجام میده، اون بیشتر منو ناراحت میکنه. جالب. پس در صورت همون چیزی همون درون شاده که داره، میفهمین که دارم امپراتوری هنری شما بیشتر شادی جا میگیره. این شادی به معنی عاشقانه بودن، شنیدن، دست به گرم همدیگر رو گرفتن و تفاهم رسیدن. بله. و بالاخره زندگی را آسان ساختن. برای اینکه در اکثر آهنگای شما من میرسم میکنم شعرش که زندگی را آسان میسازه. یعنی چیزی نیست که آدم پس دچار سردرگمی بکنه. و فکر میکنم اگر هنرمندی مثل شما واقعا تجربه بسیار جالبی هم هست که زندگی رو برای خواننده آسان میسازه. اگر راز عشق نمیفهم برش میگه چی هست؟ کی هست که میتونه آرام بسازه؟ من برام بسیار جالب است. اگر مثلا فکر کنم که اندی 80 سال داره چی خواهد خواند؟ پیری های اندی چی خواهد بود؟ البته خودم دلم میخواد که همین باشه، چون امیدوارم در اون زمان هم هنوز در زندگی من شادی و رقص هست. من امیدوارم اینطوری باشه، چون هنوزم هفته دوبار فوتبال بازی میکنم و عاشق رقص و شادی هستم و امیدوارم این بمونه. ولی تجربه دیگرون نشون داده که آدم آرومتر میشه و اگر آرومتر میشه من به استقبال اون میرم، چون من عاشق آهنگای عاشقانه و آروم هستم و احتمالاً در اون زمان بیشتر آهنگای آروم و عاشقانه. جالب. خودتون گفتین ورزش زیاد کمک میکنه هنرمنده برای تنفسش، برای کارهای هنریش؟ فراوون. اصلا یک تراپی، نمیدونم به فارسی میشه چی، تداوی است، معالجه است. آره، وقتی میری تو زمین، من میرم تو زمین فوتبال، اون چمن سبز، اون دوستان که باشون بازی میکنی، یک دنیایی بهت میده که تمام غم و غصه ها یادت میره. به اضافه اینکه ورزش برای خواننده بسیار لازمه، نه فقط مفید، لازمه. زندگی خصوصی اندی چگونه است؟ من و خانومم و دو تا سگ. چاله. بله، عاشق حیوانات هستیم. ما همیشه سعی میکنیم حیوانات نجات بدیم. متاسفانه در کشورهای شرق به خاطر فقر و اینکه ما خب خانواده‌های فقیر خودشون نون ندارن تا چه برسه به حیواناتشون برسن، و مخصوصا من بیشتر راجع به ایران میدونم که به سگا و حیوانات خانگی خیلی اذیت میکنن اونجا، و ما کمپین میکنیم، سعی میکنیم به نسل جوان یاد بدیم که این حیوانات هم مخلوقات خدا هستن، و اگر خدایی شما قبول دارین و فکر میکنین که این خدا این حیوانات هم آفریده، به خاطر احترام به کار خدا هم نباید به اونا صدمه برسونیم. اگر هم بهشون نونی نمیدیم، لااقل نونشون هم از دستشون نگیریم. به نظر خودت یک هنرمند وقتی میخوایی که آهنگ بخوانی برای نجات دنیا، کدام آهنگ به نظرت جالب تره؟ که خودت هنوز شعرش هم نسروده باشی، چی میخوایی بگویی در آهنگت وقتی با این دنیای خشونت آشتی نیستی؟
چی رو میخوایی بگویی بهشون؟ امیل از در توانایی بزرگ داری؟ بهترین ارکستر دنیا در اختیارت است، بهترین کلیپساز دنیا در اختیارت است، بهترین شاعر دنیا در اختیارت است. میخوای برش بگویی که ما با خشونت دنیا آشتی نیستم. چی میخوای ما بین شعر آهنگت بندازی؟ که البته این آهنگا رو من اجرا کردم. دو سال پیش به همراه خانومم و 11 خواننده از کشورهای مختلف که اتفاقا احسان امان هم یکی از خواننده ها بود تو این آهنگ به اسم We Hear Your Voice، یعنی ما صدای شما رو میشنویم. خانوم من به انگلیسی این شعر نوشته بود برای کشورهایی که مردمش یا فقیرن یا تحت فشارن، که ما صدای شما رو میشنویم و ما میدونیم شما هستیم و ما اگه کاری از دستمون برمیاد براتون انجام میدیم. خودم زیاد دوست ندارم سپیچ بدم، یعنی بگم چجوری رفتار بدم. شعار خودم دوست ندارم شعار بدم، خودم دوست دارم زندگی خودم رو اونطوری که من فکر میکنم یا اگر هرچی فکر میکنم درسته عادلانه است انجام بدم. اگر کسی هم نگاه میکنه و یه الگوی ازش میگیره خب خوبه، ولی شعار نمیخوام بدم و توی آهنگا میش وقت شعار نمیبینی. بس چگونه میشه که شعار آدم نته در مابین آهنگای موسیقیش ولی آرام آرام مابین خانه ها جاریش بسازه؟ بر از پنجره بگذره، از درهای بسته بگذره، در قریه های کوچکی که هنوز نمیفهمن زبان انگلیسی، هنوز هیچ زبان دیگه نمیفهمن. با فارسی چطور آدم میتونه بره اینا بفهمونه که دنیا زیباست و اونو شما شریک خشونت کسی نشه؟ من فکر میکنم که طرفدارای موسیقی من اگر منو دوست دارن طرز فکر منو تو آهنگام میشنون، تو اشعار من میشنون و اگر خودشون میخوان اونو قبول کنن اوکی، ولی من مجبورشون نمی کنم چون خودم یک آدم متفاوتی هم، مخصوصا چون 30-35 سال تو آمریکا زندگی کردم، زندگی رو یه نوع دیگه میبینم و هیچ وقت انتظار ندارم که یه نفر که تو افغانستان یا تو ایران تو یه کشور عربی با یک منتالیتی دیگه زندگی میکنه، نمیخوام به اونا بگم چه جوری زندگی کن، ولی میتونم بگم من اینطوری زندگی میکنم. اگر خودشون میخوان این سبک رو انتخاب کنن اوکی. یعنی که اندی با زنجیرهای سنت و چیزای مجبوری که اطرافش هست، چیزای جبری که اطرافش هست بسته نیست، خودش هست؟ نه، برای اینکه آمریکا یک دری رو باز میکنه برات، نه آمریکا، زندگی غربی، زندگی اون ور دنیا یه دری رو باز میکنه، میگه اینم هست، اگر میخوایی اینطوری هم میتونی زندگی کنی. و من برای اینکه خب تا دبیرستان در ایران بودم و توی خانواده که پدر مادرم سنتی نبودن، اونجا هم خیلی آزاد فکر میکردن، ولی اون اخلاق ایرانی رو هنوز تو خودم دارم و هر چی خوبه که تو اون 20 سال اول یاد گرفتم نگه داشتم، ولی بعدم متوجه شدم که در غرب خیلی چیزای خوبم هست و اونا رو هم استقبال کردم ازش. فقط به خاطر اینکه من تو آمریکا هستم نمیتونم فراموش کنم که از کجا آمدم و ما یه اخلاق متفاوتی داریم و اونایی که خوبه باید نگرش داریم، چون ما در شرق خیلی چیزای خوب داریم و حیفه که اونا رو از دست بدیم. مثلا اگر همین لحظه بخواییم برای مخاطب افغانی، حالا برنامه جشنواره نامی جشنواره موسیقی آمده، برای هنرمندای افغانی یا برای علاقمندای افغانی، برای هنرمندام دوستان دارن نه تنها ای که مردم هست، چی میخواین بگویین؟ همین لحظه اگه مایک در اختیارتون هست چی میخواین برشان بگویین؟ قبل از اینکه یه چیزی بهشون بگم باید بگم که برای من این چند روزه مثل یه مدرسه است، برای اینکه آهنگای جدید میشنوم، صداهای جدید میشنوم و یک عشق خیلی به خصوصی بین این هنرمندا هست و من اومدم تو این محفل و مثل یه بچه مدرسه ای که منو بردن تو مدرسه و معلمای فراوون وجود دارن، هر روز چیز تازه میشنوم، یاد میگیرم، یه در تازه باز شده. البته من با هنرمندای افغانی سالها همکاری داشتم، همونطوری که گفتم با احسان امان یک آهنگی به اسم برادر همزبان خوندم و با ولی آشناستم، با فرادری آشناستم، خیلی هاشون
باشون رفت و آمدم دارم، ولی اینجا مثل اینکه یک بچه کوچولو آوردن تو یه مغازه پر از اسباب بازی. اینقدر خوشحال هستم این روزا. باید تشکر کنم از برادران بیات که از من دعوت کردن از تلویزیون آریانا، و چقدر کار خوبی انجام میدن، به خاطر اینکه من فکر میکنم افغانی های خارج از ایران، مثل ما ایرانی که خارج هستیم، بچه های ما از طریق تلویزیون موسیقی رو میشنوند، و چقدر خوبی که تلویزیون آریانا داره موسیقی افغانی رو بر اینطوری حمایت میکنه، و این حمایت باعث میشه که بچه‌هایی که در خارج هستن حداقل زبون مادریشون رو از طریق موسیقی یادشون نره و تمرین کنن که اون زبون شیرین زنده نگه دارن. حرف جالب است. اتفاقا از وقت شما اومدین بین همون هنرمندا به این هنرمند خوشقلب معروف هستین. همه گی دوست داره سادگیتونه، صمیمیتی که دارین، و ضمناً زبان بدنتون قدر محبت با سخاوت نثارشون کرده که همگی با شما چنان آشتی شدن فکر میکنن سالهای سال از شما را از نزدیک میشناسن. البته از یک تلویزیون زیاد شنیدن، مردم دوستان دارن، کسایی که آهنگایتان را میشنون، برزی که شما یک فلسفه بر زندگیتان دارین و این فلسفه زندگی در نامین آهنگایتان میان از طریق آهنگایتان پس انتقال میکنه، چون با صمیمیت و بدون تکلف است ساده انتقال میکنه و همه گیام میشنون. و من جدا خودم دو سه مرتبه با شما یک جای برنامه‌ای که شاهد بودم، برام به حد جالب بود که وقتی شما روی استیج میین، ناگهان همگی به یک آزادی میرسن، ناگهان رها میشن، ناگهان از بندای سنت و از همه چیزایی که اونا رو محکم گرفته رها میشن و تا هر چی که دلشان است مستی و شادی رو میخوان که شریک بسازن با شما. شما با وجودی که شما اومدین که مستی و صداقت هنریتان با اونا شریک بسازن، اونا میخواین که شادی خود با شما شریک بسازن. خوشحالم، خیلی خوشحالم. چی کارهایی نو دارین شما؟ همین چند روز پیش یک آهنگی به اسم پریا خانوم خوندم که خیلی هیجان زده هستم راجبش. با بچه های داخل ایران کار میکنم، هنرمندای جوان تازه اومدن با ایده های خوب، کاراشون دوست دارم و هر روزم بیشتر میشه این همکاری لس آنجلس با داخل ایران. و آخرین کارم من این پریا خانومه که خیلی هیجان زده هستم. شما خوشبخت هستین که مصنف دارین، کسی دارین که آنچه آرزو که شما دارین او به واژه تبدیل میکنه، به لغت تبدیلش بله میکنه. بله، خانم پاکسیما الان بیشتر از 22 سال با من همکاری میکنه. کمپوزیتور مخصوص هم دارین؟ یعنی کمپوزیتور فرق میکنه؟ آهنگ من خودم میسازم ولی با آهنگسازهای دیگرم کار میکنم، و برای اینکه تنوع تو کار باشه همیشه با آدمای مختلف کار میکنم. ولی خب خودم در آمریکا موسیقی خوندم و تنظیم ها رو همیشه انجام میدم یا با تنظیم کننده های جدیدتر کار میکنم. به یک واژه، به یک لغتی که همیشه فکر میکنین چی هست؟ عشق. بذاریم اندی همیشه عاشق باشه. خیلی خوشحالم. یک دنیا سپاسگزارم. مرسی. تشکر. بینید عزیز، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.